خب دوباره سلام، بعد از یه وقفه کوتاه دوباره اومدیم و یه گرامر دیگر با هم یاد بگیریم. خب اول اینکه به خاطر وقفه و معذرت میخوام، چون خودم هم درگیر کارهای مدرسه‌ام و خیلی دیر وقت میکنم گرامر جدید درس بدم. ولی خب این جلسه میایم در مورد وکالی هارمونیا صحبت میکنیم، نون شیرینی یا نه. خیلی آسونه، مهم اما آسون هست، خیلی کوتاه هم هست، فقط گرامر پیچیده و سختی نیست. اگه یادتون باشه مثلا توی پسفندا، پسفندای ما مثلا پسفند اس آ میگرفت گاهی وقتا که معنی در میداد، درسته؟ مثلا اس آ میگرفت یا که اس ا میگرفت، درسته؟ این آخرش فرق میکرد، یا آ بود یا ا. یا مثلا همینطور برای علالا که یا علال آ میگرفت یا ال ا میگرفت، یا است آ میگرفت یا که است ا میگرفت. خب حالا سوال اینجاست که ما کی باید از این استفاده کنیم، ا کی از آ، یعنی که مثلا توی کلمه ما از کدوم اینا استفاده کنیم، از کجا بدونیم که اس آ میخوره یا اس ا میخوره. این مهمه. خب یه قانونی داره، قانونش اینطوریه که بذار اینو پاک کنم. اگه داخل کلمتون یکی از این سه حرف با یه دقیقه، من اینو قلمشو بزرگتر کنم که ببینی. خب اگه یکی سه حرف آ، او و او وجود داشت داخل کلمه، اگه این سه تا حرف بود کلمه شما حالت ساده میگیره. یعنی چی؟ مثلا کلمه آوتو، مثلا اگه بخواین اینو تغییر بدید به آوتوسا یا آوتوسا، الان اینجا این آوتوسا میگیره، یعنی میشه آوتوسا، ا نمیگیره، آ میگیره، آخرش به آ ختم میشه. و معمولا همینطوریه دیگه، یا آخرشون به آ ختم میشن یا به ا ختم میشن. خب اینجا به آ ختم میشه، اگر یکی از این سه تا حرف داخل کلمه باشه به آ ختم میشه، یعنی ا نمیگیره، آوتوسا نمیشه، اشتباهی آوتوسا میشه. خب این از این یه خطم اینطوری، خب این وسط بزن که معلوم بشه. او البته با این وقرا میگرفت این، خب الان شد آوتوسا، این اینطوری، این بعد اینجا قرار بگیره. یا مثلا یه مثال دیگه میزنیم، جلوش بغلش میزنیم، مثلا کولو که میشه با رنگ مشکی، کولو که میشه مدرسه، درسته؟ و الان اگه بخواید اینو تبدیل کنید به مثلا از تا یا از تا بهش بدین، یعنی بگین از مدرسه، اینجا چون داخل کلمه نگاه کنید حرف او هست، او هم هست، یکیشون باشه هم کافی حتی، پس میشه کولوس، با رنگ قرمز می‌نویسم که متوجه بشین، کولوستا، کولوستا نمیشه، کولوستا میشه. خب اینم از این. پس این قانون اول شد، خیلی آسون. اگر داخل کلمه آ او او باشه اینطوری ازش استفاده میکنیم، اما اگر داخل کلمه ا باشه، او باشه یا که او باشه، این سه تا حرف که این دو تا تلفظش خیلی سخته، اینا اگه باشن درست برعکس اینا میشه. یعنی مثلا یک کلمه مثلا س که میشه هوا، آب و هوا، س هوا. خب این الان اگه تغییر کنه، بخواد بگیم مثلا سس در هوا، میشه سس بعد این، من اینو من میذارم که متوجه بشین، و اس ا میاد، اس آ نمیاد، سس نمیشه، سس میشه، چون یکی از این سه تا حرف میمونه که داخل این کلمه است. بس خیلی آسون دیگه، این از این شد، اینم از این. یا مثلا یه مثال دیگه اگه بزنیم برای فعلا هم همینطوره، مثلا فعل کسوه، یه فعل داشتیم مثلا کسوه یعنی پرسیدن، درسته؟ اگه بگیم آنها میپرسن میشد یا گفت یا وات میگیره یا وات میگیره، پس این اینجا وات میگیره، چون که داخل کلمه چیه؟ او هست، حرف او هست، پس میشه
کسو وات نه هی کسو وات کسو وات اینم از این یعنی اینجا هر وات میگیره اینم از این پس این قانون توی همه کلمه اسم صفت هرچی هست استفاده میشه و خب یکی دیگه هم میمونه که اگر یه موقع هست مثلا کلمه اگر داخل جملتون داخل کلمتون یکی از حرف یکی از دو حرف ا یا ای وجود داشته باشه بعد از اون این بازم از این حالت استفاده میشه یعنی از این استفاده میشه مثلا کسه تابستون درسته خب کسه علاوه بر اینکه ام داره ای ام داره دیگه این 100% باید از مثلا بخوایم بگیم در تابستان کسه لم میگیم کسه لا نمیگیم کسه لا این از این اینطوری استفاده میشه خب این از این بعد ولی یه استثناء هست اینجا مثلا اگر کلمه لایوا دقت کنید لایوا یعنی قایق یا کشتی لایوا لایوا الان داخلش هم آ هست هم ای هست خب الان از کدوم باید استفاده کنیم یا از این استفاده کنیم مثلا میخوایم بگیم در قایق از کدوم استفاده کنیم از این از آ استفاده کنیم یا از از استفاده کنیم چون گفتیم که اگه داخل کلمه ای بود به ا باید ختم میشه اینطوری استفاده کنیم یا اگه آ بود به آ باید ختم میشه خب یعنی دوتاش داره اینجا باید چیکار کنیم اینجا تن اولویت همیشه با آ هست پس اگر آ داخل کلمتون باشه و اگر یکی از حرفای ا یا ای داخلش باشه اونا خونسا میشن و آ رو حرف آ رو تو اولویت قرار داره یعنی اینکه حقش با حق با اونه پس میشه لایواسا یا که لایوالا بگیم لایوالا الان میاد لایوالا نمیشه درسته حرف ای هست اما خب حرف ای چون حرف آ داخلشه داخل کلمه است حرف ای خونسا میشه برای همین لایوالا میشه این از این پس این هم شد لایوالا خب این کل قانونایی بود که درمونش وجود داشت یکی دیگه هم میمونه خب گاهی وقتا مثلا کلماتی تو زبان فنلاندی هست که از دو تا کلمه با هم تشکیل شده بهش میگن اهدوستانات اهدوستانات یعنی کلمات با هم مثلا اوه میشه شب درسته وورو یعنی نوبت اوه وورو یعنی نوبت شب الان اگه این بخواد تغییر کنه مثلا بخوایم بگین در نوبت شب چیکار میکنید همینجا میتونید از آ استفاده کنید هم از ا ولی خب از یکیش باید استفاده کنید و اینجور کلمات نگاه کنید از دو تا بخش تشکیل شده دیگه اوه یه معنی میده یعنی معنی شب وورو یعنی نوبت پس این اهدوستاناته یعنی کلمایی که از دو تا کلمه با هم تشکیل شده برای همین اگه این بخواد تغییر کنه پس میشه اوه وورو الان باید همیشه اولویت با اینجا با کلمه دوم هست یعنی کلمه دوم رو در نظر بگیرید و داخل کلمه دوم نگاه کنید حرف او هست او هم هست یعنی از اینجور باید استفاده کنید پس از آ میاد اوه وورو سا چرا اوه وورسا این از این شد پس کلماتی که مثل دو تا کلمه جدا مثل اوه وورو اوه یعنی شب وورو یعنی نوبت تشکیل شده اگه اون کلمه بخواد تغییر توش ایجاد بشه همیشه کلمه دوم تو اولویته یعنی اول این کلمه دوم رو نگاه کنید که مثلا وورو هست و بر اساس وورو بر اساس این پسمند اضافه کنید اینجا اساس ا نباد بخوره اساس آ میخوره چون که وورو داخلش حرف او هست او هم هست پس اینم از این که
خب خیلی مهم بود. در مجموع 4 تا قانون بود دیگه. قانون اول گفتیم که اگر داخل کلمه حرف آ او او باشه اینطوری استفاده میشه، اگر او باشه اینطوری استفاده میشه، و اگر ای باشه باز هم مثل اینا استفاده میشه. ولی قانونش استثنایی که داشت این بود که اگر داخل کلمه حرف آ باشه یا یکی از این 3 تا حرف باشه، در کل یکی از این 3 تا حرف بالا باشه و داخلش حرف ا یا ای باشه، خونسا میشه. این قانون این خونسا میشه، یعنی لایوا لایوالا نمیشه، چون درست ای داخلش هست ولی گفتیم که آ هم داخلشه، پس کلا خونسا میکنه ای رو، برای همین لایوالا میشه. و بعد دوستانات هم گفتیم کلمات با هم که کلماتی که از 2 تا کلمه مثل هم تشکیل شده که همیشه کلمه دوم تو اولویت هستش. و خب در مورد اون فعل ها که حالا که پرسیده بودن که باید از نوت استفاده کنیم، که باید از نت استفاده کنیم، اینا رو یه توضیحی الان میدم که کلا این مبحث تموم میشه دیگه، بریم سراغ گرامرهای جدیدتر. خب من این گرامر ایمپرفکتی بود، گذشت منفی اینا بود، اینا رو بردم بالا بهتون نشون بدم فقط که چجوری باید، مثلا یکی پرسیده بود که باید از نوت استفاده کنیم، از این که، یا مثلا که باید از این استفاده کنیم، از نوت، که از نوت یا که از نوت استفاده کنیم، که یه حرف فرقشونه، این او هست این او هست. خب بستگی به فعلتون داره، نگاه کنید اگه داخل فعلتون این او، این حرف او مثل قانونش مثل این میمونه، مثل حرف آ و او میمونه، خب این مثل این میمونه. خب این پرفکتی من بیارم بالا، خب اینا، یا اینکه مثلا این او قانونش مثل این او یا ای میمونه، یعنی اگه داخل فعلتون یکی از این 5 تا حرف قرار داشت از نوت استفاده میکنید، اگه داخل فعلتون یکی از این 3 تا حرف بود از او استفاده میکنید، یعنی نوت یا نوت. مثلا مننه، نگاه کنید فعل مننه، من تا اینجا وارتالش بود دیگه، پروسموتوش، بعد این داخلش حرف ای هست، درسته داخلش حرف ای هست، پس من نوت میشه، من نوت نمیشه، من نوت. چون چرا؟ چون داخلش حرف ای هست، برای همین از او استفاده میکنی. یا مثلا اینجا سوینو داخلش هم حرف او هست هم حرف ای هست، او این دوتا حرف هست، پس باید از نوت استفاده کنید، نه از او اوت، نه از نوت باید استفاده کنید، فقط باید از نوت استفاده کنید، برای همین این اینطوریه. یا مثلا یه مثال دیگه اگه بزنم در مورد که نمیدونم گفتم فعل یو نوت باید اینجا باشه، این آها مثلا اینجا منفیه، این اینو نگاه کنید، مینه مثلا اینجا گفتیم مینه یون کافیا، من قهوه خوردم، مینه این یو نوت کافیا، چرا اینجا از نوت ما نوت استفاده کردیم، چرا از نوت استفاده نکردیم؟ میبینید که از این استفاده کردیم، از این، چون که نگاه کنید فعل یو اودا، یو او حرف او و حرف او هست، میبینید یکی از این دوتا حرف هست، پس باید از نوت استفاده کنید. تقریبا قانونش مثل این هست دیگه، اینطوری از روی اینا میتونید راحت تر حل کنید. خب اینم از این فعلا بود که کی باید از نوت استفاده کنید، کی از نوت باید استفاده کنید. نت هم که میدونید مال جمع دیگه، مال چند نفر از نت استفاده میکنید که آسونه. و خب این کلا مبحث وکالی هارمونیا تموم میشه و جلسه دیگه خیلی گرامرهای جالبتر و جدیدتر با هم کار میکنیم.